فردا سلام، اسم خانم ملایزی گرانده هستم و رئیس سازمان انستیتوت صلح هست امریکا هستم که در سال 1994 از طرف کانگرس امریکا تأسیس گردید و در از نقطه نظر میانجیگری و حل منازعات در سراسر دنیا کار میکنه. USIP در است و خوش هستیم که یکی از میزبانان مکانیزم مشاوراتی پروگرام افغان هستیم. از زمانی که طالبان حکومت افغانستان گرفتن، ما دیدیم که حکومت طالبان به صورت سیستماتیک حق و محافظت خانم ها و دخترها را و افرادی که تحت مخشول و ضعیف هستن تحت نظارت خود گرفتن و یک چیز است که غیر قابل قبول و بسیار ناهنجار است و یک چیز است که تعیین میکنه که باید اقدامات گرفته شود. از این خاطر که وزارت خارجه امریکا با همکاری با امرای شورای مشورتی اتلانتیک و امرای در یونیورسیتی شورای امنیت در وانتون جورج تاون و امرای USIP و همچنان امرای مؤسسات سازمان جهانی و یک برنامه به نام US افغان یک پروگرام مشورتی کرده و است که حق زنای افغانستان از نقطه نظر برآوردن یک پلتفرم برای خانم‌های افغان به وجود بیارن، از نقطه نظر از اینکه تخطی از حقوق و اعادی حیثیت زنان افغانستان شده در و جامعه بین‌المللی می‌خواهد که یک همکاری و پیشرفت و در مورد همه شمول در قسمت افغانستان میکنه. و امروز ما بسیار زیاد افتخار داریم که در برای نماینده خاص افغانستان خانم امیری که در اسی حقوق زن و در روز حقوق مردم و حقوق بشر افغانستان کار میکنه و باعث مجری برنامه ایفای وظیفه میکنن، با در نظر داشت دو دهه از تجربه که در قسمت در حکومت در افریقا در شرق میانه و در اروپا داشتن. خانم رینا باعث یک مشاور ارشد، باعث نماینده خاص افغانستان و پاکستان در زمان اداره حکومت اوباما کار کرده است و همچنان یک سلسله دیگر کارها امرای ایفای وظیفه در ملل متحد از نقطه نظر باعث مشاور ارشد در اسه میانجی اهل میانجی منازعات و همچنان باعث نماینده خاص در سکرتر جنرال مخصوص ملل متحد در افغانستان کار میکدن در مکتب جان اف کنیدی در یونیورسیتی هاروارد، دانشگاه یونیورسیتی هم کار کنن و همچنان در مرکز در یونیورسیتی نیویورک مرکز همکاری ها همچنان کار کردن. خانم رینا، جای خوشی و افتخار است که شما را داریم با خود. تشکر خانم لیس، تشکر میکنیم از USIP از با آغاز کردن جای معقول خود برای ما و باعث یک همکار بسیار فوق‌العاده مهم برای افغان ها. برای ده های زیاد این کار میکنن و من از یک جای بهتر دیگه نمیتونم که زیادتر خوبتر یادآوری کنم که تشبس گرفتن و همچنان از تمام اشراک کنندگان به اینجا میبینم شما خانم های رهبر افغانستان که به اینجا هستین و خوش هستم که شما قهرمانان غیر غرق نشدنی هستین که بر ده های متمادی کار کردین و همچنان باز از همکارای خود در وزارت خارجه و در سرتاسر حکومت امریکا میبینم که به اصطلاح بدون خستگی کار کردن و خواستن که در دو دهه اخیر که در افغانستان پیشرفتایی را که نصیب شده بود و من فکر میکنم هر کدام شما یک ممثل و متصور از این حقیقت بودین که کاری که کردین و موفقیت های چشمگیری که به چشم آوردین در ظرف دهه گذشته ممثل اما این نقش بوده و برای من بسیار راستی قابل یعنی اکثر شامت و شجاعت به من میتا برای من پیش از اینکه من این موقف این کاری را بگیرم برای من به نظر می آمد که نبود که یک مسئله از اینکه اگر بکنم بلکه چطور باید یک انجام بدیم. از این خاطر چیزی که برای ما مهم است که این مسئله را ما باعث یک چیز نبینیم که باعث یک چالش امروز ببینیم بلکه یک به قسمت یک چشم دیده طویل مدت، کوتاه مدت و متوسط مدت ما در این مورد مد نظر میگیریم. ما در این زمان همچنان که واقع بین هستم اما خوشبینام هستم، برای اینکه بدبینی و آدم مفکر میکنم که و بازگشت و عقب گردی کدام گزینه نخواهد باشد. چیزی که مهم است این است که مسئله مهم است که از نقطه نظر همسان مسئله استراتژیکی و سوق جیشی است که افغانستان
قسمی که در سال 2001 زی داخل شدن نه از نقطه نظر مثلا مرامنامه و اساسنامه سر افغانستان کار میشد، بلکه افغانستان که در اون وقت یک مسئله بود که یک باعث یک خطر و تهدید نه بر منطقه و بر مسائل امنیتی امریکا بود و مو مسئله امروز هم متفاوت نمی باشد از سابق کرده. از این خاطر ما چیز را که مناقشاتی که ما داریم و زی دخلی هایی را که ما داریم، اشتغالی که بام داریم، این مسئله است که ما می خواهیم در این مورد کار کنیم. من بسیار خوش هستم که امرای خانمایی که شما در بالای استیج و صحنه امروز قرار دارن هستیم، که هر کدامشان سه خانمه که اینجا هستن و یک نفر دیگه هم که امرای من نفر چهارمی هم امرای ما هستن، اما اونا امرای ما هستن اما نمیخواستن که خانم اینا به روی صفحه صحنه بگیرن، برای از اینکه اونا به افغانستان هستن و نمیخواستن که خطر با مواجه شون. در حقیقت ما باید تشکر میکنم از همکارای خود شورای اتلانتیک و شورای امنیت زنای برای صلح و امنیت و دیگه OSIP را، ما ازشان تشکر کنم که اینا همکارای خوب ما بودن. و همچنان ما میخوایم که اول معرفی میکنم صدایی که از افغانستان ما داریم و همچنان خانمایی را که بر بالای صحنه با خود داریم براتون معرفی میکنیم و میبینیم که این مکانیزم مشورتی ما چی مقصد و هدفش است. خانمی که امرای از افغانستان با هم هستن، یک فعال هستن، یکی از فعالین هستن، یک خانم با شهامت و با شجاع هستن. من نام اصلیش استفاده نمی کنم، من به نام مریم استفاده می کنم که یک نام بسیار مروج بر افغانستان است و ای آنقدر به اصطلاح از در پوشش و در مطبوعات سهم داشته و گرفته که شعار باز شما در افغانستان نخواد بفهمین که چی چیزا میگذره. بسیاری از شما طالبا 29 در اقوید دستورات صادر کردن راجع به مطبوعات و راجع به حقوق زنان، اما تمام عملات که در افغانستان شده در بالای بشریت شده چیز نیست که در حقیقت یک پرابلم افغانستان باشد. این یک خطر به اصطلاح خطر بر ارزش‌های جهانی است. ما در سطح محلی اگر که از ما میبینیم که کودک مردم خودشان نفهمند که ضرورتشان چیز، از هر وقت مقی زمان دیگه که دیگه مهمتر است که جامعه بین المللی بتانه که امرای افغان مردم افغانستان همکاری کنه و بتانه که وقار و حیثیت و حقوق از اونا را اعاده بکنه. ما باز افکار و نظرات را که خانم مریم گفتن در زمان دیگر بحث و مذاکره که میکنیم امرایتان در جیران در اختیارتان میمانیم. همچنان یک مکتوب برای آقای وزیر خارجه بلینکن هم نوشته کردن، امید است که امرای ما بتانند باشند، برزی که آقای وزیر خارجه در حقیقتی که دفتر مرا ساخته و بسیار یک سپورت و همکاری و تلاش و توجه خاص در مورد افغانستان داره. در این ظرف 8 ماهی که ما وظیفه خود اختیار کردیم، وزیر صاحب خارجه همیش گفتن که یه تشبث یک اولویت برش داره و بسیار زیاد کار میکنیم و کار کردیم که ما تا اینجا برسیم. امید است که تا آخر جلسه بتانن حضور برسانن. ما فعلا میخواهیم که باز پنلست های خودم معرفی میکنم. خانم پلوش هستن در اخیر نشستن در انستیتوت جورج تاون و برای امنیت و ثبات کار میکنن و پالیسی های در مورد خانم های افغانه میسازن و یکی از خانم های است که از فعالین بسیار مقدم است که از مدت فعالیت ها داشته در جامعه افغانی کار کردن و یکی بر ده ها در مسئله خانم های افغانستان در این مورد کار کردن و در یک چیز به اصطلاح نیست که خانم پلوش قربانی نکرده باشد بر از اینکه بتانه بر ارزش ها و حقوق زنان افغان کار کنه. من تقریبا 2 دهه پیشتر خانم پلوش را در پاکستان برای اول دفعه که من سفر کردم ملاقات کردم. ما همچنان خانم اصیله وردک در وسط داریم که نشستن. خانم اصیله وردک در سال 2022-2023 رابرت جانف سکالر در بودن در
در پوانتون یونیورسیتی برنده عظیم مدال شده بودن، یکی از خانم های لیدر و رهبر افغانستان است و یک دیپلمات سابق افغانستان است که نقش های مختلف متعدد در حکومت افغانستان سابق رژیم افغانستان بازی و ایفای نقش وظیفه داشته و همچنان در داخل افغانستان و همچنان در خارج در داخل حکومت و خارج حکومت نقش داشته و پنلست آخر ما خانم نایف سرابی می باشند که باعث یک نفر فلو در مرکز انکشاف در قسمت پروگرام اقتصاد جانی در بروکینگ انستیتوت بروکینگ سم گیری میکنن و همچنان در پالیسی های ساختن پالیسی ها و در حکومت سابق افغانستان هم کار کردن. هر کدام از این خانم ها تجارب متعدد خود میتونن با خود بیارن و هر کدامشان بسیار نفرهای خاص و منحصر هستند که از تخصص و تجربهشان در داخل حکومت در خارج حکومت ازشان استفاده شده و مسائل از نقطه نظر از دوربین های مختلف دیدن و از تجارب مختلف با خود امراه دارد. ما میخوایم که کمک واری که ببینم که این تشبس ما چه قسم میبینم. از زمانی که ما در هفته جنوری موقف و عوض خاص یا موقف اختیار کردم، من امراه افغان ها و امراه گروپای مختلفی که در مخاطره هستن و جامعه مدنی افغانستان و فعالیت و کار داشتیم و در حقیقت این نشد از امو مذاکرات میگیره که ممرای بسیار خانما و افراد متعدده که گپ زدیم و سخن داشتیم این نشد میکنه و اگر ما گفتیم که اگر یک پلتفرم داشته باشیم ما بخوایم که صدای از اینا رو بروی صحنه بیاریم، بخصوص صدای زنای افغانه که اینا متخصصین هستند خودشان در داخل افغانستان در خارج افغانستان، اینا خانمایی بودن که هم در داخل و هم در خارج زی دخل بودن، گرچه که در افغانستان پلتفرمی هم خود از دست دادن اما در حقیقت انو صدایشان از بین نرفته برزی که اینا صدای پیشرفته صدای زنای افغانستان هستن و ضرور طالبان میگونه گفتن که ممرای طالبان حرف نزنید و طالبان هر نشنوید برزی که طالبان بسلا پاسخگو و جوابگو و صدای ما نیستن، صدای ما رو اونا بلند کردن هم میتونن. اگر میخواین که به حساب کلچر افغانستان فرنگ افغانستان است باید از داخل افغانستان است. صدای مردم افغانستان شنیده شود که اونا مردم اقلیدارای اقلیتای مختلف و متنوعی هستن، گفتن ما را بیارین در داخل از بیارین امرای ما زی داخل باشین امرای خانم های افغانستان و از تخصص ما استفاده کنین، از تخصص و تجربه های خانم افغان ها نه تنها در داخل صندوق و جعبه فکر نکنیم بلکه خارج از او فکر کنیم و ما از او در سایر آموختیم از او کسایی که ما که از داخل مملکت تجربه دارن بیای که در حقیقت یک نوع دو تجربه دو طرفه باشه، نه تنها یک تحرک باشه که ما تنها از نقطه نظر ساختن پالیسی باشه که او تنها باید همدردی درست نباشه و از اون خاطر نتیجه گاری نده، از اون خاطر ما چیز میخواییم که با هم باشیم یک جا باشیم که کسایی که پالیسی سازهای امریکا هستن صدای افغان ها رو بشنون و علاقمندان و کسایی که متخصصین هستن و اینا زی منفعتی مسئله هستن همجا و همراه و یک جا باشن، از خاطر ما واقعا اون ضرورت ها را میبینیم و به صورت سیستماتیک و زی داخل بسازیم. ما گرچه که من به اصطلاح اصلاح خوش ندارم که کسایی که غیر طالب باشن و دارم که برای که طالب ها را باید که ما یک خط بمانیم بازه که در جامعه بین المللی باز وقتا طالب ها باز وقتا یک نوع که امرایشان زی دخل شوه آدم یک نوع امید و مایوسیت و ناامیدی میاره و وقتی که راجع به داخل افغانستان موضوعات افغانستان بر میلیون افغان امرایشان ما گپ بزنیم، اما در این زمان باید هم بسیار مهم است که ما یک سیستماتیک روند میکانیزم بگیریم که خود افغان ها را زی دخل بسازیم در این مسئله که اونا نه که تنها طالبان نداشته باشن من انصار تمام چیزها و ساختن پالیسی ها رو اونا داشته باشن. از امون خاطر ما چرا ما خواستیم که امرای پارتنر و همکاری امرای سازمان های مختلف داشتیم؟ ما از امون خاطر خواستیم در حقیقت امی نظرات گرفتیم گفتیم که بگیریم، گفتن و ما گفته شد که از صفر شروع نکنین برای اینکه تجربه بسیار زیاد ارزشمند قبلا آماده شدگی ما داریم و از این خاطر بسیار مهم است که تا اندازه چقدر مشکل است که ما یک
ما وقت جای به جایگاهی که میخواییم برسیم و یا به اصطلاح که یا جا طلبی را که ما داریم بهش برسیم، خود افغان ها برای ده های متمادی امرایشان داشتیم که در افغانستان که افغان ها خودشان ارتباطات برقرار میکنن، در خود او افغان هایی که هم حکومت امریکا را میشناسن و جامعه بنی المللی را میشناسن و همچنان دیگه جامعه سازمان های از قبیل انستیتوت پیس، از قبیل سازمان امنیت و یونیورسیتی جورج تاون و کل اگه از اینا امرای یک نوع همبستگی و ارتباطات خوارانه داشتن و همچنان گروه متخصصین با هم یک جای شدن و با همکاری ای برنامه گذاران و این سازمان های متعدد خواستیم که در حقیقت ما یک قسم یک گرچه یک چیز مسئله تجربوی سک فعلا میکنیم، ما اما طور که ما تا اندازه که ما میفهمیم که چی کار میته چی کار نمیته و چی را از استفاده کنیم و با استفاده از درسایی که آموختیم و با استفاده از آوای و از صدایی که از افغان ها میشنویم میخواییم که را چطور طویلتر و با جامعه تر بسازیم. همین تشبس خوده از نقطه نظر کی جزء از این مکانیزم و یا روند می باشند، یک از یک تعداد از گروه داخل و خارج از افغانستان می باشند که امرای به صورت سیستماتیک امرای از ناگب می زنیم که اینا افراد برجسته و فوق‌العاده سابق و همچنان نفرهایی که صدای خود هم میخواین بشنوانن و صدای جدید ما بشنویم، گپ ها و حرف هایی که میزنیم که باز وقت آدم متوجه میشه که اینا چی میگن و این مشمولیت و این شمولیت همگانی بسیار زیاد مهم است که یک رنگ ما حرف ها و آوازهای جدید و تازه را میشنویم و اینا اکثریتشان افغانستان و هم در این زمان متخصصین بین المللی هم میتانیم داریم با خود داریم در جمعی سازمان ما در حقیقت دو سلس تقریبا یک دو سلس زنا و یک سلس از مردا می باشن. ما از خاطر زنا را تعداد چه خانم ها زیادتر میاریم به خاطر که تعداد برای متاسفانه برای زنها شرایط فوق‌العاده نانجار و ناگوار است. ما باز وقتا ما این دفعه معلوم دار چرا مردا کمتر و زنا زیادتر، برای که مسئله از چیزی را که ما در مذاکرات وینایی که بر ما آمده و از نفرایی که با سازمان با حکومت امریکا گپ زده شدن، ما میخواییم که چی چیز واقعی میشه که ما امرای خانما حرف میزنیم و گپ میزنیم و ما این مهم است که بر روی موضوعات مختلف خانم ها را بمان بگذاریم که اون نازی داخل باشن راجع به چیزی که در چالش هایی که وجود داره، به حقایق که در داخل افغانستان وجود داره، راجع به موضوعات مختلف میکانیزم حقوق بشر جوابدهی و پاسخگویی و اینا را ما چطور میتونیم که حاکمیت قانون و مشمولیت ساختن آوردن خانم ها در جامعه مدنی و در پروسه سال و تمام اموری که در ارتباط با افغانستان می داشته باشه ارزشمند است که ورود و سهمگیری و اشراک خانم ها بسیار زمان است و ما اطمئن می سازیم که ما مجهز و آماده باشیم که تا بتانیم این نقش ایفا کنیم. ما وقت زیادتر نمیخوایم بسیار زیاد بگیرم، فقط دو نکته دیگر رو میخوایم بکنم. مسئله کاری، قسمت کاری که میگیم که همکارای ما امرای که گروپ های افغان ها امرایشان کار میکنن، اینا مسئولیت دارن و ای که صدای خانم ها رو بیارن و موضوعات مشخص بسازنن و دفتر من کار که میکنه امرای در سطح نه تنها دفتر ما بلکه حکومت امریکا در سر تا سر حکومت امریکا زی دخل همچنان باشه در امی پلتفرم و در امی مقطع و چیز را که من میگم که مذاکرات ما قسم پیش بره، من امید دارم که بیاویم که چه قسم که به اصطلاح بودیجه بکنیم برای مؤسسات سازمان های زنا بدیم، مثلا چه قسمی کار انجام میتونیم بدونیم امرای متخصصین و مشاورین گپ بزنیم، خانم های که اونا میفهمن که زیاد و این موضوعات است که ما زیادتر فهمیدیم که حکومت امریکا چه قسم باز مسائل مثلا مسئله پناهندگی را مثلا چی کارا شده در این مورد، ببینیم که چه قسمی را میتونیم بهتر انجام بدیم.
دی از این خاطر ما به قسم فعلا سنر سیل میکنیم نگاه میکنیم، اما متو که گفتیم این شروع کار است، چیزی که ما انکشاف داده میشه و بیشتر به جلو میره این خواهد بود که چطور اعضایی را میبینن، سازمانایی را چه قسم شناسایی میکنن و به چی مسیر و به چی روند ما خواهیم رفت و در اخیر ما چطور میتونیم که با پلتفرم‌های مختلف دیگه ای را ارتباط بتیم و قائم کنیم. یکی از چیزایی که در یوروپ و در اتحادیه اروپا و در ملل و دیگه ملل متحد و دیگه پلتفرما مایی در جامعه چه قسم اینا رو با هم یک جای ساخته میتونیم که تا افغان ها و مرد ها در صلوات و مذاکرات متعدد و متفاوت نداشته باشن. زمین خاطر مهم است که از نقطه نظر استراتژیکی همراه ما با هم یک جای باشیم. از زمین خاطر بدون هیچ توقف بیشتر ما میخواییم که بریم همراه پنلست خود بگیریم و اما بحث مجری برنامه بعض سوالات میکنم و بعض سوالات داریم و ما همچنان باز سوالات با آنلاین می باشد. بعد اگر که جناب وزیر خارجه همچنان بیاین حرف بزنن، از این خاطر بعد از او در آخر جلسات هم در آخر یک رسپشن یک میمونیگک می باشد. من از تشکر از تیم خود بسیار می کنم که به روزا و ساتا کار کردن و من تشکر استم از ایشان. به سوال اول ای خواهد بود که صدای مره میشنوین؟ سوال اول از سیلا جان بره، شاید که نخواهین از سیلا جان بره شما سوال کنم. با در نظر داشته چندین از پلوشا جان می کنم، با وجود که تعهداتی که طالبان راجع به لیسه‌ها و مکاتب ثانوی گفتن، اما اگر شما امروز اینجا شیشته باشین و نشستین و بگوین که شما چه قسم راجع به امی مسئله فکر میکنین، بدون از اینکه ما راجع به طالبان فکر کنیم، چیز را که طالع نشده در مورد آموزش و پرورش و نتانستن و نخواستن در مثل تعلیم و آموزش زنها در سطح ثانوی کار کنن، شما در این مورد چی میگین؟ تشکر رینا جان، تشکر میکنم، تبریک میگم علاوه از همه که شما این پلتفرم تاسیس کردین که در حقیقت همین خالیگاه را پر میکنه که از چیزی که جامعه مدنی افغانستان همیشه از این شکایت داشت و ما حال داریم یک نوع تماس و همراه شما. در مورد این سوالی که شما در مورد مکاتب ثانوی کردین، یک از چیزایی که من توصیه و سفارش میکنم که امریکا ممالک اسلامی را از این داخل بسازه و همچنان از نقطه نظر مکاتب ازی در از نقطه نظر مطابقت با شرایط اسلامی و شرایط مکاتب اسلامی وقت داده شود. در حقیقت افغانستان یگانه مملکت اسلامی است که شاگردان دخترها حق ندارند که بدون به سطح لیسه درس بخوانند و یک چیز بسیار خطر به اصطلاح هوشدار و خطرناک است که برای خانمای افغانستان است، نه تنها بر افغانستان، همچنان در جامعه بین المللی و بخصوص برای جامعه اسلامی، برای اینکه یک مثال غلط و اشتباه ارائه میکنه برای دنیا. از همین خاطری بسیار مهم است که اینا جز امی تلاش و سعی باشند. همچنان چیز دیگه را که من میبینم که امریکا و جامعه بین المللی باید بسیار تلاش خود را به پیش روی بگیرن که ایره به پیش ببرن. از یک طرف امو امتیازات برای قسم شوه که فشار بالای طالبان وارد شوه که مکتبا را برای خانم ها باز کنن و از طرف دیگه ایران نمیتونیم که امو وقت ما از دست بتیم برای تعلیم و تربیه و آموزش پرورش خانم ها. باید یک نوع گزینه یا یک چیز دیگه هم وجود داشته باشه که حداقل دخترها تا وقت بتانن که ازش استفاده کنن که اینا بعقب نمانن و اونا درس خود ادامه بدن. من فکر میکنم ای بسیار مهم است که ما
متوجه شویم که رول و نقشی که جامعه مدنی بالخصوص اینجوا قسمت اینجوا در سازمان‌های غیر حکومتی در اینجا دارن در سه تعلیم و تربیه افغانستان در سال 20 سال گذشته نه تنها نقش بازی کردن بلکه در سالهای آینده و در این سالهایی که پرمنازع است ما از نقطه نظر مکتب‌های خانگی و تعلیمات دیگه که یاد گرفتن آنلاین از طریق کمپیوتری اسکالرشپ هایی که برشان داده دیگه گزینه هایی وجود داره که باید خانم ها از این طریق دخترها سپورت و حمایت شوند اما باعث یک جایگزینی برای تعلیم و تربیه باید ای و آموزش پرورش رسمی ای بدل نشه به اون مانا باید نباشه. بسیار مهم است که مکتب ها مال دار باشه اما در این زمان که تعلیم فعلا نواز نشته اما هنوز مهم است که ما باز گزینه های دیگه داشته باشیم که دخترها و زنها بتانن به تعلیمات خود ادامه بدن. یک چیز دیگه هم که بسیار مهم است که ما بگویم است که در قدر خاتمی خود ما بگویم که افغانستان یک مملکت است که ما نمیتونیم یک کشور است که ما به اصطلاح نمیتونیم که نسل آینده افغان آموزش و پرورش نداشته باشه و یا آموزش و پرورش ضعیف داشته باشن برزی که برای آینده ثبات افغانستان برای سال افغانستان و برای نسل جوان و آینده افغانستان بسیار مهم است. اسیلا جان in the course of your career both in civil society and as a government. مثلا از وقتی که شما کار کردین امرای حکومت افغانستان و تا امرای جامعه مدنی آیا امید شما چی است که آیا این مکانیزم میشه که کدام تاثیر بالای اوضای فعلی داشته باشه و چی کرده میتونیم که بتونیم که فایده از این را برای هر چند دین طرف بهتر بسازیم. چاش شما بخیر. من بسیار خوش هستم که دوستای قدیمی را ببینم. در یک سال شده من نتانستیم که دوستا را ببینیم اما بسیار خوش هستم که فعلا بین شما هستم. خانم رینا شما میفهمین که فعالیت زنا فعلا کسایی هستن که فعالیت زیاد دارن حرکت هایشان بیشتر از خوصن در 20 سالی که اینا حرکت زنها بوده. ما البته مذاکرات غیر رسمی داشتیم امرای شما، امرای آقای تاموز، امرای شما و اوقات مختلف و از طرف پلتفرمی اتحادی زنا و صدای زنا البته پلتفرم های مختلف ما صحبت های غیر رسمی داشتیم اما بسیار خوش هستم که امروز شما امرای ما به صورت رسمی صحبت میکنین که خود از این نشان میکرد تعهد حکومت امریکا را. البته این گفته نمیتونیم که افغانستان یک کشور بسیار متنوعی است. ما اقوام مختلف داریم، زبان ها و لسان های مختلف داریم اما همه چیز باید که فراگیر باشن. نه تنها باید جامعه مدنی و زن ها امرایشان صحبت شد، امرای باید اقلیت ها و کسایی که باشی هستن، جوان ها و دیگر ها هم باید که در این میکانیزم مشورهی دخیل باشند. البته برای ما وقتی از این را داشتیم که با مؤسس های مختلف داشتیم، بخش میدیا، گروپ های زن ها، اما بسیاریشان شاید که بسته شده باشن و بسیاریشان فعلا فعال نیستن، بعضشان از کشور بیرون رفتن. اما ما به صورت عمومی ما میخواییم که یک برج باشیم، یک پل باشیم بین زن هایی که در افغانستان هستن و زن هایی که بیرون از افغانستان هستن، افغان ها. و البته ما مجبور شدیم که کشور خود ترک کنم. از این سبب ما میخواییم که به ایسی یک پل باشم بین از اینها و بسیار مهم است که همه شمول باشه، همگی دخیل باشه و حکومت امریکا همچنان که شروع کنن که همی پل نزدیک بسازن، مردم نزدیک بسازن. بایجان یکی از بخشایی که بسیار مهم است دخیل بودن در بخش پیشرفت اقتصادی میباشه که شما قبلا معاون وزارت اقتصاد بودن. آیا شاید صحبت کنین که به صورت کوتاه
we're seeing today women's almost entire exclusion from the from economic activities. کی در صورتی موضوعات فعالیت‌های اقتصادی خانم رینا بسیار زیاد تشکر. Women have میکنم و به همه خوش آمدید میگرم. خانم ها دستاوردهای بسیار زیاد داشتند در 20 سال، هم از بخش حکومتی و هم در بخش حکومتی. پیش از 12 آگست زنها بسیار فعالت بودند در بخش داخلی. 4000 فعالین زن، کارمندای زن بودند و معلمینی که بودن هم در بخش خصوصی و البته فعالیت های زیاد داشتن در چیمبر کامرس. تقریبا 3000 لایسنس های برای زنها داده شده و تقریبا 54000 گروه هایی بودن که لایسنس نداشتن، اما کسایی بودن که عایدات داشتن که هم برای خودشان و هم برای کسایی که فامیلایشان امرایشان بودن بر از اونا کمک می‌رساندن. خب البته آگست 15 آگست تغییرات سیاسیه که به وجود آمد، خصوصا راپورتایی که از ورلد بانک آمد گفتن که تقریبا 74% فعالیت ها و کارمندای زن ها رکود رفته بود و بسیاریشان بودن کسایی هستند که از نگاه سیاسی و اقتصادی نتونستن که خود نجات بتن. خب پر کپیتا آیده که وجود داره تقریبا به نیم میرسه در سال 2012 در تاثیر بالای زنهای افغان داشته که در حقیقت زیادتر بر خانمهای افغان پیسه مصرف شد. بسیار زیاد از متخصصینه که گپ میزنن نیست که بسیاری از ما شرایطی که تغییر کرده ایست که در مسئله امنیت سرویره که ما چند روز دیدم خاطر از این که کمک هایی که می آید به مردم، اونا دسترسی، بسیاری مردم ها دسترسی ندارن به کمک هایی که آمده می رو برشم. خب از نگاهی اگر ما به صورت کوتاه مدت ببینیم، کوشش داریم که البته از اول تمام پول و عایده که زنها به صورت عاید داشتن که او پیش از بعد از آگست 15 آگست از بین رفته. من فکر میکنم $5 billion 5% از این که $1 billion که 5% باشم، البته از نگاه دراز مدت اگر که ما توجه کنیم، البته شما نیمی از جامعه مردم عایده که از دست میره، کسایی که کارهای خود از دست میتن و همچنان دسترسی اقتصادی نیم مردم افغانستان از دستشان میرن. البته این شروع میشه از اینکه زنها را از بخش معارف دور کردن و عزف کردن و همچنان ضرورت تربیه و تعلیمی که ضرورت دارن به کارهای مختلف. خب ما دیشب از کنفرانس تاشکند دیروز آمدم آقای تام هست و ما اردوی ما سر از این موضوعات مشخص اعداد ما صحبت کردیم که نه تنها زنهای افغانستان از کار و معارف از معارف حذف میکنن، اما تاثیر بسیار زیاد بالای اقتصاد کشور هم داشتن در هر ساحه‌های مختلف. ما این را تشویق میکنم که کسایی که در منطقه هستن اونا هم باید که نه تنها سر موضوعات معارف بلکه سر موضوع حقوق زن و حق زن برای کار کردن هم باید کار کنن و خود از این بسیار امیدوار کننده بود. خانم پلوش هم دوباره میخوایم امرای شما صحبت کنم که شما قبلا راجع به این صحبت کردین که شما کوشش دارین که کمک از دونرها به
there is more مرتب مستقیم به جامعه مدنی و پروگرام های زن ها باید باشه. بعضی خانم های زن ها خانم ها بر ما گفتن که اینا تنها طالبان نیستن که ضرر می رسانن به افغان ها، اما او در عین حال دونرای هستن که کمک های خود قطع کردن برای زن ها و که خصوصا بر زن ها که کوشش دارن که در عرصه اقتصاد کار کنن و غذا برای فامیل خود بیارن. خب اینا چون فعلا به خود افغانستان نیستن دونرا و نمیتونن که نظارت و ارزیابی کنن او پول ها و کمک هایی که میشه، چی فکر میکنین که امرای موسسه های زن ها چی رقم به صورت مستقیم کمک شوه و کدام راه ها کدام طرق به نظر شما میایه که حکومت امریکا چطور امرای رهبرای زن کمک کنن و این چالش ها را از بین ببرن؟ تشکر از شما. ما فکر میکنم دو موضوعی که بسیار مهم است اینجا، اولی که بسیار مهم است که امریکا و جامعه بین المللی باید که خب که امرای و همچنان مؤسسه های بین المللی و مؤسسه های داخلی یک مسابقه وجود داره برای گرفتن منابع و فندینگ و اینجا باید اینا کوشش کنن که شراکت باید با هم داشته باشن. خب یک رول و یک از که برای مؤسسه های بین المللی و همچنان مؤسسه های داخل افغانستان که از وجود داره و ما میخواییم که رو بر شما دقیق بگویم که مؤسسه های داخلی هم بسیار مهم هستند در این عرصه و کوشش کنند که همین رولی که باید باشه. البته در صورت امکان پذیر است که اگر که سرمایه گذاری بالای از زیاد شوه، اگر امکان داشته باشه که این سرمایه گذاری به صورت مستقیم شوه. البته که جامعه بین المللی رول از این را دارن که باید که ارزیابی کنن و نظارت کنن، اما یک شراکت بین هر دو مؤسسه داخلی و بیرونی بسیار مهم است و همچنان ما میخوایم یادآوری کنم بر همه ما که رهبرهای زنها که همه پراگنده شدن هم در داخل افغانستان هم بیرون افغانستان، بسیار مهم است که کسایی که بیرون از افغانستان هستند که هنوز هم کوشش دارن که بر خود یک امکانات بود و باش پیدا کنن و اونا نمیتونن که در ملاقات های بسیار مهم مخصوصا در ملاقاتی که در ازبکستان بودن اینا نمیتونن دخیل باشن و این بسیار مهم است که اینا باید دخیل باشن در این موضوعات بین المللی و این مذاکرات بین المللی که اینا بتونن که صدای خود را بلند کنن و همراه خانمای دیگر کار کنن و همچنان حمایتی که اینا ضرورت دارن باید این حمایت برشان داده شود که اینا بتونن با آسانی و سهولت سفر کنن و بتونن به این مذاکرات بین المللی دخیل باشن. خب که CDC یکی از امکاناتی است که اگر بتونن که کمک ها را به صورت مستقیم بر زن ها بتونن، شما چی فکر میکنید؟ ولی CDC بسیار یک مؤسسه مهم است و اینا فعالیت های زیاد به سالهای قبل داشتن که کوشش کردن که این گروپ ها را موبیلایز کنن. خب یک انستیتوتی که باید پس دوباره زنده شود که برانا کمک کنن، همه همچنان گروپ های زنها که پراگنده هستن که اینا کوشش میکنن از صفر شروع کنن که بتانن کمک ها را برسانن. مثلا شما پکتیا و خوست هم میبینین که زلزله وجود داشت، خانم ها تانستن که در اونجا بتانن کمک ها را برسانن و همچنان کوشش کردن که امرای طالبانی که در داخل از اون منطقه هستن همکار شوند یا کوشش کنند که بتانن یک صحبت کنند راجع به معارف دخترها و اینا و اینا هدف فکر کردن در غیاب
CDC از اون خانواده و منطقه. من فکر میکنم که انستیتوت های مثل CDC و دیگر کنسول های داخلی که وجود داره اجتماعی و همچنان NGO ها باید که همکار باشن. من میخوام سوال خود کوتاه کنم. فکر میکنم که وزیر صاحب خارجه شاید که داخلشان. خانم نایید، از شما میخوام پرسان کنم چطور میتونه جامعه بین المللی کمک کنه و حمایت کنه بهبود اقتصادی دراز مدت بدون از اینکه کدام ضرر به حقوق زن برسازن؟ خب البته توانمندی اقتصادی و توانمندی سیاسی هر دویش دست به دست هستن، یک جای هستن. البته خود توانمندی اقتصادی وقتی که اینا بتونن بالا با پای خود استاد شون و قدرت من میسازن، اول از اینکه به صورت دوامدار باید امرای ایجاد بسیار مهم شما باید برتباط باشن. البته وقتی که من اینجا گپ میزنم مهم است، اما مهم است که امرای خانمایی که داخل افغانستان هستن باید به صورت متداوم امرای زینا هم صدا باشن و امرایشان به تماس باشن. از نگاه امکانات کوتاه‌مانند موضوعات پول از پول نقد است که بتونن اینا را کمک کنن از نگاه اقتصادی و دیگر کمک های بشری است که البته من فکر میکنم که شاید یک ذره سنگین باشه، اما من میخوایم تشویق کنم که واردات و صادرات که از افغانستان از خانما میایه باید که اینا را تحریم نشه، باید که تحریم بالای دستاورده یا سایی که از باید که انازم دوام داشته باشه. ما میخواییم که صدای از اینا شنیده شده ببخشید. خب یک سوال داریم از خود آدینس ما. خب هر کدامتان میتونی این سوال جواب بتین، بسیار مهم است. شما چی فکر میکنی که نقش سوشال میدیا چی است در این عرصه؟ و ما میخواییم که سوال خودم چطور کنم، شما چطور میتونین که امنیت کسایی که در بخش سوشال میدیا هستن، امنیت از اونا چطور میتوانیم تامین کنیم؟ خب نقشی که میدیای دیجیتال یا اجتماعی داره بسیار مهم فرمال میدیا است، خصوصا که چون که میدیای افغانستان به صورت رسمی فعلا سانسور شده و یگانه راه بوده که معلومات ما از افغانستان گرفتن میتونستیم. اما خب زیادتر از کشورهایی که از جنگ بیرون میبراین البته اختلافات زیادی وجود داشته باشن و بسیاری وقتا این موضوعات در میدیای اجتماعی حتما نشان داده میشه، اما بسیار مهم است که ما سر جامعه های مختلف گپ میزنیم که وقتی که من تصویرهای را به دست آوردم که دیدم جامعه مدنی و خود مجتمع اینا کوشش کردن که حمایت کنن از معارف و تدریس دخترها، این بسیار یک موضوع امیدوار کننده بود. از نگاه از این که امنیت از این می باشه، من فکر میکنم که ما زیادتر ترینینگ برای زنها ضرورت داریم که اونا بتانن از این به صورت درست استفاده کنن و همچنان امنیت خود نگاه کرده بتانن و همچنان که معلوماتی که میایه باید که معلومات دقیق باشه و البته خود از این بر زنها و یا مردها بسیار مشکل بوده در داخل کشور. دیگه که به فکر مامد که باز از نفرهایی که گفتن که از در جامعه بنیولیی که برای جمعیتهایی که در مخاطره قرار دارن به کدام موفقیت نداده، یک آیا این جلسات ادامه پیدا کنه، آیا دفتر نماینده خاص و مسئله حقوق بشر مد نظر میگیرن، آیا شما فکر میکنین که طالبا شاید که نظر خود درسی حقوق بشر و حقوق
زنها تغییر بدن. من فکر میکنم که بسیار زیاد مهم است که یک اصلا اشراک پرمعنا در این موضوعات باشه. ما در ظرف اضافه از 2 دهه در این پروسه شامل بودیم، در کنفرانس های مختلف از کنفرانس بان تا به کنفرانس دوا. اما متاسفانه چیزی را که می بینم چیزهای تکراری واقع شده که افغان ها را مثل یک جایزه مد نظر می گیرن، یک بخشش. از این خاطر به صورت مهم و منادار ما اینا اشتغال نداشتن. و چیزی که مسئله مهم است، شما مسئله حقوق صلح گفتین، حقوق بشر گفتین، نه تنها از نقطه نظر مسئله سند و مستند ساختن موضوع است و موضوع پیگیری و تعقیب است، بلکه در اصل مسئله بسیار مهم است که باید مورد مخاطب قرار بگیره. مانیتورینگ و پیگیری و تعقیب و مستند ساختن مهم است، اما موضوعاتی که بسیار زیاد مهم و می باشه باز به صورت مستقلانه مورد توجه قرار بگیره. به صورت مشخص چی نوع مکانیزم شما میگین که در نظر میگین با در نظر داشته متن که وجود داره که طالبا فعلا متاسفانه حقایق هستن در داخل افغانستان و جامعه بین المللی، ما نماینده مثلا نفر مانند ما و نفرهای جامعه بین المللی، من فکر میکنم یک موضوعی که تمام سرش بسیار زیاد مسئله سرش گاب میکنن، مسئله حق خانم ها در سه تعلیم و تربیه و همچنان مسئله اقلیت های مختلف و اقلیت ها در افغانستان حقوقشان میباشد که باز جنبش های در این سه صورت گرفته. اما یک سوال است که میخوایم من بر شما بکنم، من میخوایم که همچنان که آقای تام وستام و همچنان نماینده ملل متحد آقای ریچارد بنتون به این اشتغال داشتن و ما زیادتر بتانیم که زیادتر اینا مورد تلاش و سعی بکنند که تا یک اندازه پیشرفت بیایه. اما تا که شما گفتین راستی طالبان متاسفانه حقایق افغانستان است اصلا، اما نه تنها حقیقت افغانستان نیستن، بلکه حقیقت افغانستان جامعه مدنی افغانستان است، نسل جوان افغانستان است، اینا پیشروان و پیشکسوتان اول اجتماع افغانستان هستن، اینا حقایق افغانستان هستن، تنها طالبان نیستن که فعلا یک حقیقت هستن. از این خاطر تمام اینا باید در پروسه‌های مختلف سهمگیری داشته باشن. ما زنای افغان هستیم، ما در خط پیشرفت جعبه قرار داریم و ما باید طالبان را مورد مخاطب قرار بدیم و پیشروشان بیستیم، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سهم بگیریم. ما حقیقت مملکت هستیم، در این جای شک و شبه نیست. یک سوال دیگر وقت دارم و را میگیرم. شما چی مشوره میتین برای فعالان و کسایی که در سه جامعه بینی در سه مسئله سال افغانستان فعالیت دارن، چی مشوره میتین برشان؟ خانم پلوش حسن بفرمایین اگر خلاصه باشه. من نه فکر میکنم سوال درست نفهمیدم. چی مشوره برای کسایی که فعالان و طلبان هستن که میخواین همی با سال باشن، چی شما نش مرا میتین شانه؟ من بسیار فکر میکنم مهم است که جامعه بین‌المللی و دوستای ما تنها برای افغانا تنها مسائل خود تنها ارائه نکنن، کوشش کنن که افغانا را کمک کنن که خودشان رای اهل خود پیدا کنن. من فکر میکنم یگانه مشوره مهم است که من میخواییم برای این دوستای ما بتان، برای زی که خودشان بتانن که اما اهل منازعات و مناقشات خود دیزاین و طرح‌ریزی کنن، برای زی که طالبا امراشان مذاکرات سخت است و بسیار مشکل است و ما نتیجه را که باید شاید از اونا بگیریم نمیتون بگیریم. با در نظر داشته تمام چیزا ببینید که با وجود تمامی حرفا افغانا بسیار بدون خستگی و ماندگی تلاش های خود میمانند که خودشان تغییرات به وجود بیارن که و تضمین کنن که سال پر یک نوع زنها به داخل کشور بیاین و مشکلات حل شوه و تلاش ها قسم شوه که باید شناخته شوه و پشتیبانی شوه و با پیش رو قلم داد شد و که با پیش رو بره. فکر میکنم یک سوال دیگه هم داریم، فکر میکنیم یک سوال دیگه رو میگیریم از آنلاین آمده. من فکر میکنم که یک فرصت دیگه باشه که جز از این مربوط دفتر خاص هم میباشم در از نقطه نظر اشتغال داشتن و زیدخل بودن امرای طالبان. من خودم شخصا که امرای طالبان که گفتیم به این بستم که
داخل بودن امرای طالبان ضروری است، برای که ضروری شرایطی که مردم داخل افغانستان هستند به شرایط بسیار ناگوار و ناانجار مواجه هستند. ما به صورت عمومی بینم که نماینده آقای تامس نماینده خاص و یک نقش بسیار اساس دارن، کار رکونا میکنن، کوشش میکنن که مسائل ثبات اقتصادی را در افغانستان که یک مسئله اساس است مواجه بش هستن کار کنن. مسئله خانم های افغان نقششان و حقوقشان به دو جلسه آخر که زیادتر جلسات اقتصادی بود، اما پیشتر از او به جلسه که بود من انتخاب کردم که در هر عرصه که فرصتی که برابر میشه من باید این موضوع را بگویم که چقدر مهم است که برای من که بگویم که امو سوزنه که تا یک اندازه چقدر که باشه سازان تر بالا ببرم که امرای طالبا بشینیم که امرایش شان گپ بزنیم، اما طالب چیز از اونا ندیدیم که امو مرا یک به اصطلاح نظر و یا یک چیز بده که من بگویم که اگر رایز ناگب بزنم که کمک کننده باشه. برزی از نار نمیخوایم که برشان این فرصت و این مکان را بتوم که بجان قسم بگویند که ما با یک عقیده و نظر خوب میاییم با این جلسات میشینیم با وصلا دل پاک و صاف میشینیم. مفکر میکنم که کار ما خلاص میشه. مفکر میکنم که یک سوال دیگه به خیالم دارم میتونم که بگیرم، یک سوال دیگه که میتونم از نقطه نظر وقت میتونم جواب بدم میسته که اولویت های خانم های افغانستان برای اولویت ها در داخل افغانستان برای مردم و برای زن ها چی است؟ چطور مکانیزم مشاورتی چطور این مکانیزم میتونه موقعیت از اونا رو تشریح کنه و این مکانیزم چه قسم برای اونا شاید کار بده؟ ما فکر میکنم یک مقدار زیر ما میتونم خودم هم جواب بدم، اما میخوایم یکی از هر کدام همکارای ما که روزمره اینجا کار میکنن ما هر کدام شما رو پرسان میکنم که شما هر کدامتون چی امیدواری دارین که چه قسم میکانیزم خواهد کار بده. من از یک گپ بزرگ که من بزنم، مسئله فقر مسئله بسیار مهمی باشه، مسئله اقتصادی بسیار بوجه شدید و اخیم میباشه و با تمام وجودی که ما مسائل حقوق بشری مایه تشویش ما است و آزادی بیان و مطبوعات هم مسئله است، اما بسیاری مردم افغانستان به این تشویش دارن، اما بسیار تشویشان هم است که چطور اولادای خود نان بتن و این در بسیاری جایا بسیار زیاد خرابتر است برای که برای چه مثلا ازدواج های زودرس و ازدواج اطفال بسیار معمول است و بسیار یک گزینه دیگه وجود نداره. از این خاطر دینا مجبور هستن که خود حمایت کنن. از خاطر سپورت و حمایت مردم بسیار مهم است، نه که باید ستنا صدقه و خیریه ببینن، بلکه اینا باید کوشش شون که امی اقتصاد زیادتر پایین نکره و به فقر زیادتر نینجامه و مردم بتوانن که یک سپورت و یک حمایت داشته باشه، کمک کنن که اینا بتوانن از امی فقر و فاقگی بیرون براین و از این بران وخیم و از این عدم ثبات اقتصادی بیرون براین. یک جواب را که من میخوایم بتوام خانم پلوشه راجع بهش گپ زدن، چیز را که من میگم یک دیروز شنیدم که رولا مجاهد یک گفت که ما که شما میکنیم معاش برای زنای گدایگر میتیم، اما چرا شما صدا برای زنا معاش میتین؟ چرا برشان یک منبع برابر نمی کنین؟ یک فرصت های کار برای خانم ها پیدا نمی کنین برشان؟ این مهم نیست، این ثبات نمیتونه داشته با چطنا برای زنا شما گدایگرهای خانم ها را شما برشان بتین پول، اما برشان کار برابر نشه. از این خاطر میخوایم چیز را که اضافه کنم میسته که راجع به انسجام مسئله همکاری بین کسایی که کمک میکنن کمک کنندگان، امرای ایجنسی های مثل ملل متحدت، امرای تایدی اروپا و امرای دیگه سازمان ها همکاری داشتیم و اونا میخواین که از ما بشنوند، کلگی میفهمند که مشکل چی است، اما در حقیقت هیچ یک نوع یک انچ تفاوت وجود نداره که طالبا کدام وضع خود حتی یک انچ هم وضع از امو نظر خود دور شوند من پایین بیشن. ما میخواییم که مهم از کنام یک نظر خود تغییر بتن، باید بز جامعه بین‌المللی امریکا بالای طالبا فشار وارد کنند، برای اینکه من میفهم کنا فشار از نقطه نظر اقتصادی از نقطه نظر امکانات و تحرکات سرشان میتونند که فشار وارد کنند. تشکر.
من میفهمم که سوال ها به مخاطبین در شاکنندگان سوال دارن، اما وزیر خارجه در اینجا آمدن وقتی که به اونا را میفهمیم است که جول و تقسیم اوقات کاری بسیار مصروف کننده دارن و از امو خاطر معلوم میشه که تعدادشان در قبال موضوع افغانستان دارن که و از وقت خود استفاده کردن و خواستن بیاین که اینجا با شما حضور داشته باشن. Good afternoon, everyone. زور بخیر همه. اول بسیار زیاد مایه خوشبختی است که من همسایه ما را در انستیتوت سال میبینم و تشکر از این که میزبانی را قبول کردن و خانم رینا بر شما نماینده خاص و به تیم همکارانتان که کار میکنن با شما و به دیگه کسایی که در این مسئله اشغال دارن که شما تمام امگیرتان استیم ماره در اینجا آوردن و هر کاری را که هر روز انجام میپذیرن و در چند دقیقه که ممرای دارم ممرای شما گم میزنم تمام همکاران ما در که سر تا سر حکومت امریکا جامعه مدنی تشکر از شما همچنان از کمکتان و از کیفیت کاریتان و از برای خانم ها و زنان افغانستان در سطح سر افغانستان و تشکرات خاص و تشکر خاص با این پنل که امروز داریم و چانس از این که موقع برای ما پیدا میشه که امروز شما حرف بزنیم، اما من میفهم که شما در افغانستان خدمات کردین به قسمت های مختلف و اما یک تهدیدی که در خدمات حکومتی کار میته که هر کدام از این باعث از این میشه که حق زنای افغانستان تشویق و ترغیب کنه و شما به سالهای دعای مختلف همراه مردم افغانستان کار کردید. شما در افغانستان نمایندگی در از افغانستان و در سر تا سر دنیا میکنین از این کاری که شما کردین. اما تو که پنل ایرا واضح واشکار ساختن ما با یک مقطع زمانی بسیار سخت ملاقات میکنیم از زمانی که طالبان سال گذشته حکومت گرفتن و همچنان تمام دههای ترقی و رونق را که صورت گرفته بود از بین بردن و مطبوعات از بین بردن، بی بی سی صدای امریکا را و آزادی مطبوعات مورد تخطی قرار دادن و از این خاطر برای مسلمان ها و غیر مسلمان ها موضوعات سخت ساختن از این خاطر و حقوق بشر و حق زن ها و حقوق بشر و خانم ها را از بین بردن در حقیقت در بین طالبا از سطح عرصه مردمی و نظری از بین رفتن. اما تو که سینه نشان داده که سیستماتیک زن ها و از جنبش و حرکت و اونا را سیستم قسم کردن که از احترام و همچنان به یک از نقطه نظر و به حساب ازدواج اجباری تن بتن. طالبات تصمیم گرفتن که از مکاتب ثانوی اونا را رد کردن، یک تصمیمی که حتی دخترهایی که میخواستن به مکتب برن و حتی کسای دخترهایی که بالای میز مکتب خود نشسته بودن و از این تعهدات را کرده بودن، این تعهدی بود که به مردم افغانستان بودن و بچه‌هان. اما در بعد از 15-14 روزه که در به خانه به 6 تن دخترای مکتب وقتی که برادرها و خیش قومایشان به مکتب ها رفتن، اما ای بسیار یک زایی اسفناک است. بسیار زیادی مشکل است که آدم ایره قبول بکنه که باید خواهی میفهمین که چقدر مشکل بود که چند سال قبل گذشته که پیش از اینکه طالبایی را بگیرن که هزارها زنها به افغانستان در دفاتر کار میکردن از سطح قریجات گرفته تا به سطح ملی کار میکردن. زنها در عرفای مسلکی مختلف ایفای وظیفه داشتن، بزنس ها را شروع کرده بودن، دکتر بودن، نرسا بودن، ساینتست ها بودن، هنرمندا بودن و زنها نه تنها در سرتاسر افغانستان درس نمیخوندن بلکه اونا مکاتب میچرخاند و اما و نه تنها از طریق زنها و دختران میشد. اما تو که ما در تاریخ میبینیم از کشور به کشور وقتی که فرصت و کیفیت بر یک گروه مردم برای مردم برابر میشه، مال برای دیگرام سرایت میکنه. حق و زنای افغانستان که سرایت میکرد، ما دیدیم که دیگه گروپ های مختلف مثلا هزاره، هندو، صوفیا، اونا همچنان نقشای دیگه در سطح مردمی افغانستان گرفتن. زن مردمای دارای معلولیت همچنان از خواستن که سهم بگیرن و جامعه خود بسازن. از این خاطر ما تغییراتی که در افغانستان در ظرف گذشته سال گذشته آمده بسیار رنج‌آور و بسیار زیاد است. این تغییرات ما طالبان را ما می‌خواهیم که
در سه تعلیمات زنان ما میگیم که نظر خود تغییر بدن، اجازه بدن که دخترها بیاین درس بخونن. شواهد و قرائن بسیار زیاد است. وقتی که سرمایه گذاری در تعلیم و تربیه دخترها میکنه و شمولیت خانم‌ها در سطح مردمی میکنه، اقتصاد بیشتر و بهبودتر به وجود میای، فامیل های خوبتر میای، ثبات بهتر و مقاومت و ارتجایت بهتر و صورت میگیره. از اون خاطر است که برای آینده افغانستان مهم است. از اون خاطر جامعه مختلف، جامعه مدنی افغانستان، مرد، زن، در قریه‌جات، در شهرها، علمای اسلامی در قسمت‌های سطوح مختلف کلتوری و فرهنگی افغانستان، همگیشان بر طالبان میگن که شما بمانین که دخترها و زنها به مکتب برن. برای طالبان خطاب میکنن. حکومت امریکا میخواین که صدای از این خانم ها بلند بکنن و تمام دیگه کسای اقلیت هایی که با مخاطر قرار دارن سپورت و همکاری شوند. ما در جامعه بین المللی با هم یک جاشیم، به شمول همکاری در کشورهای مانند قطر، ترکیه و پاکستان و کشورهای مسلمانی خواستیم که طالبان را اینا کوشش بالاشان شود که اینا طالبان را بمانند که دخترها به مکتب دوباره بگردن. از خانمای رهبر افغانستان ما یک فیصله نامه را که در سپتامبر برای ما کمک میکنه که ما کمک میکنیم که صدای خانمای افغانستان بشنویم، که دیگه نه تنها ما بلکه دیگه جامعه بنیم بشنوه. اما تو که در سال گذشته همراه جامعه مدنی افغانستان ما گرفتیم در حوزه‌های مختلف مشمولیت، فرصت‌ها، امکانات برای خانما و مسائل مذهبی و کلتوری و فرهنگی در اقلیت‌های مختلف در داخل افغانستان و به صورت بسیار مهم و با این مکانیزم مشورتی که ما امروز مورد تشخیص قرار گرفتیم، ما این ارتباطات به سطح بالاتر و به سطح دیگر قرار می‌دهیم. از این خاطر من امروز بسیار خوش هستم که این را بتونه آسان‌تر بسازه برای جامعه مدنی افغانستانی همراه پالیسی سازنده‌های آمریکا نزدیک‌تر ارتباط داشته باشه و به اشتغال مذاکرات داشته باشه تا فعالیت‌های در برای زنای افغانستان تا یک استراتژی قابل صورت بگیره، مستند ساختن بعض تخطی و خشونتی که صورت میگیره از اعاده حقوق بشر، اینا را کار بکنیم. از بخاطر همکاری ما با حقوق جامعه مدنی افغانستان شدیدتر، پرمسئولتر و پرمقصدتر و پرمانیتر میباشه. از این خاطر تشبس کلش راجع به اینمی است. ما میخوایم که قدردانی همی خود برسانم بر جامعه مدنی افغانستان، بر سازمان های در و همچنان بر پارتنرهای افغانستان خود با در امریکا، به خاطر سفارشنامه‌هایتان، به خاطر اشتراکتان. و چیزی که بسیار بر ما قابل توجه و قابل ملاحظه است که حتی در وقت خطر و خشونت و تشدد، زنهای افغانستان و دیگر اقلیت‌هایی که در مخاطره هستند بقیب ننشستند و هیچ در آینده روشن مملکت خود هیچ به اصطلاح شک و تردید ندارن و میخواهند که به واقعیت تبدیل شود. مثلا کسایی که زنهایی که در میبینند که در جاده ها به تظاهرات پرداختند به خاطر حق خود و وقتی که نفرهای امنیت ملی افغانستان با وجود که اینا برایشان داده بودن، مافیات داده بودن و مورد و وقتی که نفرای کارگر و نفرای کارمندا اینا از کار گرفته شدن، مردم به تظاهرات برخواستن، وقتی که مردم ها کسایی که رویای خود بربستن و کسایی که از خارج میبرامدن زنها مظاهره کردن، بسیاری اینا گفتن که ایچگاه و ایچگاه صدای خود نمیخواین از دست بدن. کاری که ما امروز اینجا شروع میشه، ما اطمینان حاصل میکنیم که ما و مردم دنیا این صدا را بشنون و این را بفهمن و این صدا و این آوا به گوشان برسه و ما کل ما یک جایی و یک کشور و یک آینده با ثبات، مرفع و صلح آمیز در افغانستان برای زن و مرد افغانستان بیاید. تشکر بسیار زیاد، تشکر از اشراکتان امروز.